همه ما کم و بیش در مورد ترمز خودرو اطلاعاتی رو داریم و میدونیم وظیفش توی خودرو چیه. تو این ویدیو قراره جواب سوالات شما رو در مورد ترمز خودرو بدم. اما این سوالات چی هستن؟ چه زمانی باید لنت ترمز رو تعویض کنیم؟ شنیده شدن صداهای غیرعادی از ترمز چه دلیلی داره؟ دلیل کشیده شدن ماشین به چپ و راست هنگام ترمزگیری چیه؟ لرزش پدال ترمز چه دلیلی داره؟ چراغ ABS ماشینم روشن شده و نمیدونم دلیلش از کجاست. وقتی چراغ ABS روشن بشه چه اتفاقی در خودرو رخ میده؟ برای گرفتن جواب این سوالا همراه من تا آخر ویدیو باشید. اما قبلش ممنون میشم همین الان این ویدیو رو لایک کنی و اگه داری اولین بار این ویدیو رو میبینی کانال من رو سابسکرایب کن و اگه سوالی در رابطه با موضوع این ویدیو داری توی همین ویدیو برام بنویس. کی باید لنت ترمز رو تعویض کنیم؟ لنت ترمز جزو قطعات مصرفی در خودروها محسوب میشه. این زمان به نوع رانندگی و شهری که در اون زندگی میکنید بستگی داره. مثلا در شهرهای پرترافیک و بزرگ که تعداد دفعات ترمزگیری بیشتره، معمولا لنت ترمز بعد طی مسافتی بین 12 تا 13 هزار کیلومتر باید تعویض بشه. اما اگه در جایی هستید که از ترمزها زیاد استفاده نمی کنید و تعداد دفعات ترمزگیری کمه، در هر 30 الی 40 هزار کیلومتر این لنت ها باید تعویض بشن. اما به غیر این موارد وقتی زمان تعویض لنت فرا برسه یه سری علائمی رو از خودش نشون میده: سود چشیدن یا خرخر شدن لنت ترمز، طولانی شدن زمان توقف خودرو نسبت به گذشته، ایجاد لرزش وقتی میخواید ترمز بگیرید. شما از طریق این علائم میتونید بفهمید زمان تعویض لنت ترمز فرا رسیده. شنیده شدن صداهای غیرعادی از ترمز چه دلیلی داره؟ بعضی وقتا در حالت عادی صداهایی از ترمز به گوش میرسه، یا اینکه وقتی پا رو پدال ترمز میذاریم صداهایی رو میشنویم. صدا در ترمز رو باید به دو گروه جداگانه تقسیم کرد. اولی صداهای جیغ مانند یا جیر جیر کردن. دومی صداهایی مثل خرد شدن یا خراشیدن. صداهای گروه اول که مربوط به صداهای جیغ مانند بود، شایع ترین دلیل ایجاد این صدا لنت ترمزه که نشون میده دیگه فرسوده شدن. لنت ترمز یه صفحه فلزیه که ماده کامپوزیتی رو بهش چسبوندن که با دیس یا روتور تماس پیدا میکنه. گاهی وقتا این صدا وقتی در حال دنده عقب رفتن هستید به گوش میرسه. یه جیره کوچیک روی لنت ترمز تعبیه شده که این صدای جیر جیر مانن رو تولید میکنه. این جیره رو طوری طراحی کردن که با روتور برخورد داشته باشه و به عنوان یک هشدار دهنده تمام شدن لنت ترمز عمل کنه. یکی دیگه از دلایل این صدا سیگلی شدن اجزای ترمزه. این اتفاق زمانی رخ میده که سیستم ترمز بیش از حد داغ شده باشه، مخصوصا اگه تو مناطقی رانندگی میکنید که تپه های زیاد داره و در سرازیری ها حرکت کرده باشید. تو این شرایط مجبورید از ترمزها بیشتر استفاده کنید که باعث داغ شدن اون میشه و این صدا را تولید میکنه. وقتی سطح لنت سیگلی بشه لغزنده میشه، بنابراین به جای اینکه با دیسک درگیر بشه سر میخوره و این صدا را تولید میکنه. دلیل بعدی جیر جیر شدن ترمز ورود آلاینده ها یا عوامل خارجی به درون سیستم ترمزه. این عوامل خارجی میتونه آب باشه، سنگ باشه و چیزهای مختلف دیگه، یا اینکه ممکنه توی یک جاده پر از گرد و غبار رانندگی کرده باشین و باعث شده باشه روی لنت ها رو بپوشونه و این گرد و خاک باعث شده روی لنت ها رو بپوشونه. اینجاست که ترمز شروع به جیر جیر کردن یا جیغ کشیدن میکنه، چون این گرد و خاک تمام شیارهای لنت رو پر میکنه و اجازه نمیده به خوبی با روتور یا دیسک درگیر بشه. دلیل دیگه هم اینه که مثلا توی یه شب بارونی آب به سیستم ترمز نفوذ میکنه و یک گشای نازکی از زنگ زدگی رو
روی دیسک تشکیل میده. اگه تا حالا توجه کرده باشین، وقتی دارید از یه چاله بزرگ آب رد میشین، آب وارد سیستم ترمز میشه و باعث میشه صدای زیر خفیفی به گوش برسه. اگه زمانی هم یه سنگ کوچیک توی لنت ها گیر کرده باشه، باز همین صدا شنیده میشه. صداهای گروه دوم هم مربوط به خرد شدن یا صدای خراشیدن بود. معمولا اولین دلیل این صدا اینه که لند ترمز به طور کامل تموم شده و صفحه پشت فلزیش داره روی دیسک فلزی کشیده میشه و شما اینو روی پدال ترمز حس میکنید و این صدا کاملا ناگهانی رخ میده و اگه به این صدا توجه نکنید، ممکنه دیسک دچار خط خوردگی بشه. دومین دلیل این صدا اینه که اجزای ترمز داغ شده باشن، که بیشتر در ترمزهای عقب این اتفاق رخ میده و دلیلش هم اینه که بعضی افراد یادشون میره ترمز دستی رو بخوابونن و مسافتهای طولانی رو با اون رانندگی میکنن. دلایل دیگه ای هم ممکنه باشه، ولی شایع ترین ها این موارد بودن. کشیده شدن ماشین به یک سمت هنگام ترمزگیری. احتمالاً برای شما پیش اومده که وقتی پا رو به پدال ترمز میذارید، ماشین به چپ یا راست متمایل میشه. این مشکل چند دلیل میتونه داشته باشه. اولین مورد تمام شدن لنت های یک سمته. معمولاً لنت ترمز باید به صورت زفتی تعویض بشه، اما گاهی اوقات به دلیل وجود اشکالاتی یک لنت زودتر از لنت دیگه تموم میشه. تو این جور مواقع وقتی پا روی پدال ترمز میذارید، به دلیل دیرتر درگیر شدن لنت تمام شده، خودرو به سمتی که لنت های بهتری داره کشیده میشه و همین عامل سبب میشه تا احساس کنیم خودرو به یک سمت کشیده میشه. دومین دلیل خراب شدن پمپ اصلی ترمزه. اگه پمپ ترمز خودرو دچار مشکل شده باشه، به علت عدم توازن میان ترمزهای خودرو ممکنه ترمز یکی از چرخ‌ها به خوبی کار نکنه و در نتیجه خودرو به یک سمت کشیده بشه. سومیش سرب شدن یکی از دیسک هاست. بعضی وقتا ممکنه در اثر نشت روغن از سیلندر ترمز، دیسک یا روتور سرب بشه، که باعث میشه زمان ترمزگیری لند روی دیسک لیز بخوره و خود رو به یک سمت کشیده بشه. چهارمین دلیل خط خوردگی و خشتا شدن دیسک های ترمزه. اگه دیسک ترمز خود رو دچار ترش یا تابیدگی یا خط و خش افتادگی عمیق شده باشه، نیروی ترمز به یک میزان در سرخا تقسیم نمیشه و این مشکل باعث میشه تا خود رو به یک سمت کشیده بشه. دلیل لرزش پدال ترمز چیه؟ اگه تا حالا مجبور به توقف ناگهانی با خودروهایی که مجهز به ترمز ABS هستن شده باشین، مطمئنم با لرزش های سریع پدال ترمز که ناشی از درگیری و رهاسازی سریع دیسک توسط سیستم هست آشنایی دارید. اگه در شرایط عادی پدال ترمز شروع به لرزش کنه، سیستم ترمز دارای مشکله. در حالت کلی لرزش پدال ترمز نشون میده که احتمالاً روتور یا دیسک تاب برداشته و زمانی که پدال رو فشار میدید، لنت با سطح ناهموار دیسک برخورد میکنه و باعث این لرزش میشه. این تاب برداشتن زمانی رخ میده که ترمزها داغ شده باشن و در فشار زیادی قرار گرفته باشن. اگه فش میکنید اخیراً فشار بیش از حدی به ترمزها وارد نکرده اید، اما لرزش رو در پدال احساس میکنید، ممکنه چرخهای خودروتون اجزای خودش منحرف شده باشه. توصیه‌ای که میشه اینه که برای بررسی بیشتر به یه تعمیرگاه برید. چراغ ABS ماشینم روشن شده و نمیدونم دلیلش چیه. ترمزهای ABS برای اینکه بتونن در هر لحظه عملکرد دقیق چرخ‌ها رو بسنجن و مانع از قفل شدن چرخ‌ها بشن، از چند سنسور استفاده میکنن. این سنسورها با توجه به نوع خودرو ممکنه بر روی هر چرخ یا در دیفرانسیل خودرو نصب شده باشه. در صورتی که سیستم ترمز وسیله نقلیه با مشکل مواجه بشه، این سنسورها پیامی رو به ECU ارسال میکنن و ECU نیز
این اخطار رو به صورت روشن شدن چراغ ABS به راننده نشون میده. نقص در سیستم ترمز ABS میتونه به هنگام ترمزگیری باعث کاهش تسلط راننده روی خودرو بشه و باعث حواس پرتی و تصادف بشه. اما برخی دلایل میتونه این مشکل رو به وجود بیاره. رله ABS خراب شده باشه. سوکت های متصل به سنسورها جابجا شده باشن. فیوز ABS سوخته باشه. پمپ ABS به درستی کار نکنه. سطح روغن ترمز کم شده باشه. سنسورهای چرخ به درستی کار نکنن. با روشن شدن چراغ ABS چه اتفاقی تو خودرو رخ میده؟ اگه چراغ سیستم ABS روشن بشه به معنی اینه که دیگه سیستم ABS ترمز خودروتون کار نمیکنه. اما ترمز عمل میکنه ولی در حالت عادی. در این صورت خودرو برای رانندگی در شرایط عادی امنیت لازم رو داره و میتونید با سرعت کم به رانندگی ادامه بدید. اما وقتی مجبور میشید در شرایط بدی ترمز بگیرید، باید اینو به یاد داشته باشین که ترمز خودتون ABS نداره و یک سیستم ترمز معمولی در اختیار شماست و ممکنه کمی آب باعث سرخوردن خودتون بشه. اما اگه چراغ دیگه همراه با چراغ ABS روشن بشه، ممکنه ترمز خودتون مشکل اساسی داشته باشه. امکان داره سیستم هیدرولیک ترمز مشکل دار شده یا شاید سطح روغن ترمز کم شده باشه و یا فشار روغن کاهش پیدا کرده. بهترین کار اینه که در این حالت به رانندگی ادامه ندید و هر چه سریعتر خودروتون رو به نزدیکترین تعمیرگاه برسونید. ممنون از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم بهره کافی رو برده باشید و جواب سوالاتتون رو گرفته باشید. اگه هر سوال دیگه‌ای در رابطه با ترمز خودرو دارید، میتونید توی بخش کامنت همین ویدیو نظر خودتون رو برام بنویسید. و اگه تا الان این ویدیو رو لایک نکردی، همین الان این کار رو انجام بده و منتظر ویدیوهای بعدی از کانال من باش. فعلا تا بعد.